برای ما میگه از آخرین مواضع کشورهای غربی در مورد ایران. دولت بایدن کماکان خب روی دیپلماسی تکیه داره. بدون برو برگرد از تمامی مقامات میشنویم که دولت بایدن به هر شکلی که شده نخواهد گذاشت که جمهوری اسلامی بمب اتم داشته باشه، حالا چه بخواد خودش تولید کنه یا به شکل دیگه ای. اما باز برای روشن شدن بعضی مطالب، من همین دیروز از وزارت خارجه باز راجع به این مسئله سوال کردم که آیا اصلا اون برجام الان مطرح هست؟ آیا اون متن سال گذشته که در وین بهش با هم خیلی نزدیک شده بودن و توافق کرده بودن، آیا اون کماکان هنوز قابل قبول هست؟ که خب البته جواب صریح به هیچ کدام از این دو سوال نگرفتم، اما یک سخنگوی که باش این سوالا رو مطرح کردم گفت که فعلا هیچ مطلبی نداریم برای اعلام کردن، اما هیچ گزینه هم حذف نشده و باز تکرار کرد که دولت بایدن به هیچ وجه نخواهد گذاشت که جمهوری اسلامی دست به سلاح اتمی پیدا بکنه، حالا به هر شکل و صورتی که باشه. و همین مطلب رو جمعه گذشته هم از جک سالوان که مشاور امنیت ملی جو بایدن هست شنیدیم که در اندیشکده واشنگتن این صحبت رو کرده بود. علاوه بر اینها سالوان ضمناً گفت که خیلی سریع گفت که دست اسرائیل برای هر کاری که میخواد بکنه باز هست. قبلاً ها میگفتن که اسرائیل حق دفاع داره، اما این دیگه سریع‌ترینی بود که من تا حالا شنیده بودم. و به نظر میرسه از گفته های سالوان هم ضمناً برمیاد که الان خط قرمز دیگه اون غنی‌سازی 90% اورانیوم هست. در سالهای گذشته این خط قرمز خیلی پایین تر بود، ولی به همین ترتیب هی کم کم بالا اومده. جمعه پیش صحبت از مکانیزم ماشه شد، خبر اومد که سه کشور اروپایی در این رابطه به جمهوری اسلامی هشدار دادن. در مورد این من اینجا باز از وزارت خارجه سوال کردم که آیا موافقن، آیا دیدن این هشداری که سه کشور اروپایی دادن، که باز جواب صریحی نبود. اما اینکه تحریم های آمریکا سر جای خودش هست و آمریکا هم اون تحریم های خودش رو و هم مفاد قطعنامه 231 شورای امنیت رو در این رابطه اجرا خواهد کرد اروپایی ها، و اینکه ضمناً ما دائم با اروپایی ها در تماسیم، خب این یه پا به نوع اعتراف هست که حتما در جریان اون بودن. اروپاییان به نوبه خودشون میخوان مذاکرات تموم شه، اونها هم میخوان که جمهوری اسلامی نتونه بمب اتم تولید بکنه، امکاناتش رو نداشته باشه. همین دیروز بود که جوزف بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا با وزیر امور خارجه ایران که تلفنی صحبت کرده راجع به خیلی مسائل، از این که اشاره کرده بود به همکاری ایران الان با آژانس، مطلبی که الان با این صحبت بورل تایید شد. اون گزارش هایی که شده بود که آژانس داره دوباره شروع کرده دوربین ها رو نصب کردن، تا حالا تاییدیه آنچنانی رسمی نداشتیم. به هر حال همکاری با آژانس هم خب طبیعتا میدونیم هم نقش مستقیم داره در برجام صحبت کردنش، نهایی کردنش، و همین که اصلا آژانس هم به خودی خود میگه این از وظایف جمهوری اسلامی هست که با اون چیزی که خواسته و با تعهداتی که داده، عهدنامه‌هایی که امضا کرده، توافقایی که کرده بهش عمل بکنه.